سلام، وقت شما بخیر. با برنامه تندرستی با من محمد نظیری از تلویزیون ملی تخار خوش آمدید. در این برنامه روی امراض فصلی صحبت میکنیم. مهمان من در این برنامه محترم دکتر سید غلام حسن تلاش، رئیس انستیتوت علوم سی عمار است. جناب دکتر سید، با برنامه خیلی زیاد خوش آمدید. تشکر. سلام خدمت شما و تمام بینندگان رادیو تلویزیون تخار. امیدوار هستیم که در هر جایی که باشن جور و صحتمند و سری حال باشن. سلامت باشین جناب دکتر صاحب. بیاین در آغاز برنامه روی امراض فصلی یک معلومات کلی داشته باشیم، یک معلومات را بکنیم تا بیننده هم واضح بشه که امراض فصلی چگونه است و کدام مریضی را ما میتونیم در این فصل به نام امراض فصلی بنامیم. امراض فصلی در مجموع در فصول سال متفاوت است. فصل زمستان و فصل تابستان معمولا امراض خاص شیوع میکنند. در فصل زمستان امراضی که زیاد شیوع داره امراضی ریزش یا زکام، امراضی که طرق تنفسی را زیاد مصاب میسازد، یعنی امراض هایی که شیش را مصاب می سازه و قسمت های بالاتر از شیش بلا هم قسمت ها را مصاب می سازه زیاد در زمستان رایج است به خاطر هوای سرد. و در تابستان امراض فصلی معمولا امراضی است که از باعث میکروب هایی که آلوده هستند، آب ها و یا فضا زیاد آلوده است، از او امراض میکروبی زیادتر که شایع است. امراض کولرا، به عنوان کولرا، اصل کولرا هم نیست که یک اسهال است، یک اسهال و استفراغ که عاملی امراض معمولا امراض فصلی میتونه که ویروس ها باشه یا باکتری ها باشه یا فنگس ها، انواع میکروب ها سبب امراض فصلی شده میتونه. زیادتر در زمستان امراض فصلی که اطفال ما را و کسایی که سنشان بالا است موی سفیدا را زیاد مصاب میسازد، مرض سینه و بغل است که او را در طبابت به نام نیومونیا یاد میکنند. این مرض سینه و بغل یک مرض است که اوقات زیاد است، زیاد خانواده ها هم اطفال را زیادتر مصاب میسازد و از نظر اقتصادی هم گران تمام میشه بالای مردم. اهمیتش ایست که در صورتی که بسیار روش های ساده است، اگر مردم به او آگاهی داشته باشند میتونن که جلوگیری بکنن، وقایه بکنن که اطفالشان در فصول سرد صحتمند باقی بمانند و اینقدر عوارضی که ناشی از مصاب شدن اطفالشان میشه در خانواده و در اجتماع از این عوارض جلوگیری بکنن. بله، تشکر. در مورد سینه و بغل هم شما صحبت کردین، بیاین در قسمت علل و عواملی که سینه و بغل به وجود می آید صحبت بکنیم که کدام عوامل، کدام علل تا باعث میشه که یک فرد به سینه و بغل گرفتار میشه. سینه و بغل اصل که یک تعریفی از سینه و بغل باید داشته باشیم که سینه و بغل التهاب نسج ریه یا همون نسج شیش که همون کیسه های هوایی که هوا را اکسیژن به خون انتقال میده، او در صورت که مصاب شوه، التهابی شوه، این قسم یک مرض به نام سینه و بغل یاد میکنه. سینه و بغل معمولا کسایی را میگیره که عواملش اگر بخوایم سرش بس کنیم، اول باید بگیم که کدام کسا زیادتر در مرض خطر هستند به سینه و بغل. معمولا اطفال که سنشان پایان است و یا کسایی که سنشان بسیار بالاست، اونا مقاومتشان به خاطر این مقابل امراض پایان می باشه. کسایی که سنشان پایان باشه و یا سنشان در کولت، کسایی که جوان هستند چون تمرینات فیزیکی میکنن، فعالیت میکنن و غذای مناسب میخورن، اونا در مقاومتشان بلندتر است. اطفال از جان مصاب میسازه، کسایی که زیر تداوی با دواهایی باشه که مقاومت پایان بیاید، یا کسایی که امراض زمینه‌ای داشته باشه، یا کسایی که کمبود ویتامین ها را ویتامین ای خصوصا که کمبود باشه یا زیاد سینه و بغل مصاب میسازه.
و کسایی که امراض دیگه امراض را مثلا امراض قلبی را داشته باشه یا امراض دیگه امراض ویروسی مثل ایدز و اینا را داشته باشه زیادتر که مصاب میسازه سینا بغل اطفال را بعد از یک سرماخوردگی بعد از اینکه ویروس های فصلی اینفلوئنزا طفلا را مصاب میسازه مقاومتشان پایان میآیه و مصاب سینا بغل میشن انواع مختلفی عوامل مختلفی هست که سبب سینا بغل میشه و عوامل 40% سینا بغل ها عاملش ویروس است ویروس های مختلف سینا بغل سبب میشه و التهاب در نسج ریه به وجود میاره دیگر وقات سینا بغل از نوع باکتریایی است باکتری ها هم سبب سینا بغل شده میتونن و دیگر عوامل سینا بغل فنگس ها هم گاهی به صورت کمتر سبب مرض سینا بغل شده میتونن این عوامل معمولا کسایی را مصاب میسازه که مقاومتشون پایان بله. باشه یا طفلا را یا بزرگسالا را بله. دکتر صاحب بیشتر کدام نکات خانواده مراد بکنند در این فصل که با امراض فصلی گرفتار نشوند حالا اکثر خانواده را در تخار به خصوص در این فصل اگر سر بزنیم با مریضی های فصلی مبتلا هستند اینا کدام نکات مراد نکردند که به این مریضی ها گرفتار شدند بسیار خوب سوالی شما را یک قسم جواب بیتم که باید جلوگیری برای امراض انتانی دو طریقه است یک طریقه طریقه است که واکسین است واکسین های اطفال باید پوره باشه بله. دیگه در خودی ترکیب این واکسین هایی که واکسین های پنجگانه که ششنانه که در شفاخانه و کلینیک ها وجود داره طفل ها واکسین شوند بله. در ترکیب از این واکسین هایی است که ضد ویروس هاست و از اکثر ویروس هایی که سبب سینا بغل میشه اونا این واکسین ها این ویروس ها را قبل از قبل وقایه میکنه انسان ها در مقابلش خصوص اطفال خانواده ها و مردم افغانستان خصوصا شهروندان ولایت تخار این را باید بفهمن که کی اول در معرض خطر است طفلایشان زیاد در معرض خطر است طفلا زیاد مصاب بشن و بزرگ سال ها کسایی که سنشان از 60 و 70 بالا باشه اونا زیادتر مصاب میشن به اون خاطر یا را کوشش کنن زیر پوشش داشته باشن برای از اینا از نظر غذایی اینا باید غذاشان منظم باشه و از نظر کمبود ویتامین ها ویتامین ای کمبودش را در کتاب ها ذکر شده که یکی از ریسک فاکتورهای سینا بغل کمبود ویتامین ای هست ویتامین ای در همین ارزان طریق غذای ما که همین زردک یا سبز زردک است در این وجود داره مثلا به شکل وافر در سایر غذایی که رنگش میوه‌ای که رنگش زرد است کیله و ام و تخم مرغ زیاد یافت میشه میشه که به شکل کپسول ها در بازار هست از بازار استفاده شده دکتر صاحب تشکر میشه در مورد نوع سینا بغل صحبت بکنیم که کدام انواع سینا بغل وجود داره و همچنان آیا این مرض ساری است؟ تمام امراض انتانی ساری است بله. اما سرایتشون میزانش متفاوت است یک داد امراض است که سرایتش میزانش زیاد است زیاد ساری است و یک تعداد امراضی است و یک تعداد میکروبایی است که کمتر سرایت میکنند چون سینا بغل عوامل مختلف داره عواملش ویروس ها باکتری ها فنگس ها هم شده میتونه با خودش سرایتش هم متفاوت است اگر عامل سینا بغل یک ویروس باشه زود انتقال میکنه در صورتی که عامل سینا بغل باکتری باشه که در اثر مقاومتی پایان یک شخص مصاب شده باشه او کمتر انتقال میکنه سینا و بغل قبل از اینکه در مورد ساری بودنش صحبت کنیم عواملش شما سوال پرسیدین انواع سینا و بغل معمولا سینا و بغل به صورت عموم دو نوع است یکی سینا و بغل است که در سطح اجتماع از اجتماع یک کسی سینا و بغل را کسب میکنه یکی سینا و بغلی است که در شفاخانه کسی مصاب سینا و بغل بشه
که او را نظر تیبی به نام کمیونیتی اکوارید نیومونیا و هاسپیتال اکوارید نیومونیا یا نزوکومیال نیومونیا یاد میکنن. در مجموع سینه و بغل ها، سینه و بغل هایی که از اجتماع انسان ها را مصاب میسازن، معمولا اطفال و انسان های مسن را مصاب میسازن، اما سینه و بغلی که در شفاخانه است که او شدیدترین نوع سینه و بغل است، بسیار میکروبای خطرناکی است که سبب سینه و بغل میشه. ای هر سن و سال و هر کسی که در شفاخانه مریض باشه، خصوص در وارد داخله، وارد جراحی، کسایی که مریض باشن در اوجا چون دواهایی میگیرن که مقاومتشون پایان است و چون اوجا در شفاخانه اکثرا ماشین های تنفسی مصنوعی که برای وینتیلیتور گفتن میشه، از او استفاده میشه برای مریضا، یا تیوب در داخل چیستیوب یا تیوبی که برای معده انداخته میشه یا برای شش تیوب انداخته میشه، این تیوب ها معمولا میکروب ها را با خودشان انتقال میتن و این یک واقعات یک تعداد زیادی از مریض ها را که احتمالا تا 20% مریض هایی که دو اینوسیو باشه، این مداخلوی باشه، با مصاب به سینه و بغل شفاخانه‌ای میسازن. سینه و بغل شفاخانه‌ای شدیدترین نوی سینه و بغل است و واقعات مرگومیر در این تا 30-70% است. این که 30-70% مریض هایی که مصاب سینه و بغل شفاخانه‌ای شوند، مریض های بیشتر که داخل شفاخانه باشن و سینه و بغل میشن، خطری از دست دادن اونها را دارم. تشکر. میخواستم امیر سوال بکنم که اگر همین مریضی سینه و بغل جدی گرفته نشوه، آیا یک مریضی خطرناک هست میتونه که یک نفر از دوتر از بین ببره؟ سینه و بغل شکی نیست که ما قسمتی از بدن ما را مصاب میسازه که ما تنفس میکنیم با اون ده. که معمولا ما شیش ها یا ریتان یا ریه میگیم که لفظ انگلیسی از این لانگ است. چون نسج ریه مصاب میشه و اکسیژن از طریق نسج ریه به خون انتقال میکنه، بناهن واقعات مرگ و میر در سینه و بغل زیاد است. معمولا کسایی در سینه و بغل فوت میکنه که مقاومتش پایان باشه یا سنش هر چقدر پایان باشه، یعنی طفلایی از شش ماه پایان تر از سینه و بغل زیادتر تلف میکنه و معمولا کسایی که سنشون از 80 بالا باشه یا کدام امراضی زمینوی دیگه داشته باشن، یک کسی در سینه و بغل گرفته همزمان با او یک مرض قلبی داشته باشه، یک مرض دیابت داره، این مرض های دیگه که زمینوی با سینه و بغل یک جای میشن، بود سبب تشدید زیاد سینه و بغل میشن و سبب واقعات فوتی سینه و بغل میشن. سینه و بغل که به صورت از اجتماع انسان را کسب میکنه، در انسان های جوان یک مرض بسیار یک مرض سلیم است. در مدت 5 تا 6 روز و اکثر تا 14 روز وقتی که تداوی شوند مریض ها دوای ضد میکروب میگیرن، در مدت 4 تا 5-6 روز مریضا جور میشن و مریضایی که تداوی هم نشوند، تداویشان دیر بمانه یا یکی انتانشان مقاوم باشه، تا 14 روز تداوی بخی صحتمند میشن، خصوصا کسایی که جوان هستن. این شو کدام مرضی بسیار وخیم و کشنده برای نسل جوان، برای نسل کسایی سنشان دستانی توفولیت یا بزرگسالی قرار ندارن نیست. تشکر دکتر صاحب. یک سوال که در ذهنم خلق شد، یگان کسا هست در فصل تابستان هم به مریضی سینه و بغل گرفتار است، این چطور است که تنها مریضی سینه و بغل در فصل زمستان هست یا که در فصلهای مختلف هم اتفاق میفتن؟ سینه و بغل فصل التهابی نسج ریه است، چون زیاد امراضی فصلی، امراضی که مقاومت را پایان میکنه در زمستان زیاد وجود داره، به او خاطر سینه و بغل زیاد در زمستان است. اما هر انتان وقتی میکروب وقتی که داخل نسج ریه شود، اوجا تکثر بکنه و اوجا التهاب را به وجود بیاره، در هر فصل سال سینه و بغل به وجود میاد. اینطور نیست که سینه و بغل در دیگه فصلها به وجود نبیاید یا وجود نداشته باشه.
در هر فصلی با وجود آمده میتونه، اما بیشترین واقعاتش در فصل زمستان. بله تشکر. در مورد تشخیص مرض سینا بغل صحبت بکنیم که چگونه ما تشخیص بکنیم که این شخص به مرضی سینا بغل گرفتار شده. مرض سینا بغل را تشخیصش ساده تر است. معمولا 60 تا 70 درصد امراض سینا بغل توسط معاینات کلینیکی تشخیص میشه، توسط اعراض و علائم. معاینات کلینیکی یعنی که اعراض و علائم. اعراض که توسط مریض گفته میشه، مثلا یک مریضی که اعراض سینا بغل سرفه است و تب است و نفس تنگی است، سه اعراض بسیار مهمه که در سینا بغل وجود داره. سرفه است، سرفه گاهی میتونه که خشک باشه و میتونه که تقشو داشته باشه، تقشی قیهی داشته باشه یا غیر قیهی داشته باشه یا به شکل خوش سرخ رنگ باشه. نفس تنگی دیگه عامل سینه و بغل است و تشخیص سینه و بغل توسط علائم هم میشه که علائم سینه و بغل معمولا توسط آوازهای غیر نرمالی که در شیشها وجود داره توسط دکتر شنیده میشه یا توسط به صورت آزاد شنیده میشه یا توسط او استاتسکوپ یا موالایی که دکتر صدای شیش و قلب را میشنوه، توسط از او آوازهای غیر نرمال شیش شنیده میشه، تشخیص وضع میشه. اولین مرحله تشخیص توسط اعراض کلینیکی است. دومین مرحله تشخیص در سینه و بغل تشخیص رادیوگرافیک است، یا توسط رادیوگرافی که از سینه گرفته میشه، چیست اکسری، رادیوگرافی صدری، توسط از او تصویری از امو تخریبات نسج ریه را که به نام کثافت های ریوی یاد میشه در عکس دیده میشه و در صورتی که عکس تشخیص درست نتانه، عکس رادیوگرافی ساده، میتونیم از رادیوگرافی های پیشرفته مانند سی تی سکن استفاده شود که در سی تی سکن با کثافت های ریوی به صورت واضح تر دیده میشه. و تشخیص مرحله سوم تشخیص سینا و بغل هم تشخیص لابراتوری سینا و بغل است. تشخیص لابراتوری سینا و بغل معمولا در اطفال توسط معاینات خون و معاینات تقشو یا بلغم مریض صورت میگیره. باید به صورت مستقیم در لابراتوار این معاینه شود و باکتری یا عامل مرض در او کلچر شوه و یا که به صورت مستقیم توسط تلوینی که به نام تلوین گرام یاد میشه توسط از او باید دیده شوه تقشو که عامل سینه و بغل را شناسایی بکنم. در صورتی که عامل سینه و بغل باکتریایی باشه به صورت واضح در 80 تا 90 درصد درست کار شوه شناسایی میشه عامل سینه و بغل که این بسیار یک راهنمای خوب برای تداوی مریض است. و تشخیص سینه و بغل در اطفال معمولا توسط معاینات خون هم صورت میگیره، معاینات خون معمولا معاینات عمومی خون صورت میگیره که WBC در خون بلند میباشه و ESR بلند میباشه در خون و یک معاینه بسیار مهمی دیگه ای که به نام CRP یاد میشه و هم در معاینات لابراتوری هست که در تشخیص سینه و بغل بسیار مهم است و اهمیت خود داره. بله تشکر دکتر صاحب. در قسمت تشخیص صحبت کردیم، اما در قسمت تداوی هم بیایم صحبت بکنیم که وقتی که یک شخصی که به مریضی سینه و بغل گرفتار است تشخیص صورت گرفته و کدام آنتی بیوتیکا کدام دوا را باید بگیره که تا یکی از این مریضی نجات پیدا بکنه. تداوی سینه و بغل معمولا نظر به عامل سینه و بغل صورت میگیره. باید دکتر یا متخصص عامل مرض را شناسایی بکنه. بدبختانه امروز با وجودی که 40% اوقات سینه و بغل ویروسی است، تداوی سینه و بغل را اکثرا با آنتی بیوتیک های قوی شروع میکنند. تبابت افغانستان که هم باعث فلج اقتصادی مریضداران میشه و هم باعث صحت نیافتن زود مریض میشه ای خوب نیست. تداوی سینه و بغل دکتر صاحبا معمولا با آنتیبیوتیک ها و دواهای بسیار بسیار ساده شروع میکنن که بنامه دوای بنامه مکرولید یا دوای پنسیلین ها بسیار ساده تداوی سینه و بغل شروع میشه.
در صورتی که تداوی سینا و بغل پیشرفته باشه، سینا و بغل مثلا سینا و بغلی باشه که از شفاخانه گرفته شده باشه، انتانات بسیار قوی یا انتانات مقاوم باشه، در اون صورت دواهای زیاد ضرورت است و دواهای پیشرفته ضرورت است برای سینا و بغل. سینا و بغل بسیار به دواهای ساده تداوی میشه. تشکر دکتر صاحب. کدام غذاها نقشی تشدید کننده اینمی مرض است و کدام غذاها نقشی بهبود کننده اینمی مرض داره و یک توصیه میشه برای کسایی که به این مریضی مبتلا میشن، یک توصیه هست که باز اینی غذاها را بگیرن و این غذاها را نگیرن که از این مریضی نجات پیدا بکنن. سینا و بغل معمولا یک مرض طرق تنفسی است، چون طرق تنفسی به غذایی که زیاد ارتباط نداره، اما در صورتی که طفلک ها مصابه فقر تغذی باشن، این غذای غنی نداشته باشن، نخورده باشن، اونا را زیادتر مصاب میکنن. به خاطر به خانواده ها توصیه مهمی است که برای طفلها باید غذایی بودن که غنی از پروتئین باشه، غنی از شحمیات باشه، مایعات کافی برای طفلها توصیه شود، باید داده شود که مصابه دیهایدریشن نشوند و در نقیصه معافیتشون پایان نبیه. هوا و فضا نقش دارد. سینا و بغل باید تهویه خوب باشد در اتاق که ما و شما طفلها خصوصا هستند، باید هوای مناسب برشون برسه و طفلها هوای خانه معتدل باشد. بسیار گرم هم نگاه کردن طفلها که چون بود یک بار بیرون ضرورت میشه که طفل در بیرون باید بره، بعد هوای سرد ایره سبب یک چی میشه، یک الرژی میشه و این الرژی بود بالاخره سبب ریزش و بالاخره مقاومت پایان میاد و سبب سینا و بغل هم میشه. به او خاطر طفل ها باید یک هوای معتدل نگهداری شوند، نه بسیار گرم نگهداریشون، بسیار پوشاک زیاد برشون مناسب نیست و بسیار سرد نگاه کردن طفل هم مناسب نیست و سبب امراض پایان آمدن مقاومت و سبب سینا و بغل شدن میتونه. بله، منظورم از این سوالی بود جناب دکتر صاحب که در بعضی خانواده یک گپ معمول است که مثلا اگر طفلی که به سینا و بغل مبتلا است یا گرفتار است، به او توصیه میشه که شما شکر، چیزی که شیرین است، نخورید. این موضوع چقدر صحت دارن؟ غذای شیرین را معمولا اطفال دوست دارن، اما غذای شیرین در صورتی که طفلها مصابی گلوندردی باشن، یعنی که ما سینا و بغل که بحث میکنیم طرق تنفسی را یک مرض طرق تنفسی قسمت پایینی یا قسمت سفلای طرق تنفسی را مرضش است، اما اگر در صورتی که یا کسی مصاب به التهاب گلو و فرنجیت باشه یا لارنجیت باشه، در اون صورت چون شیرینی باعث تکثر میکروب ها میشه در گلو، وقتی که شیرینی در گلو زیاد میشه غذای میکروب ها هم اکثرا شیرین است و زیاد تکثر میکنند، به اون خاطر شیرینی برش داده نمیشه که این میکروب زیاد بشه. اما در سینا و بغل چون شیرینی که میخوره به معده ازی میره و این شیرینی در داخل شیش نمیره، کدام تاثیرات خاصی نداره. تشکر. در قسمت میوه‌جات هم صحبت بکنیم، چون غذا را صحبت کردیم، میوه‌جات هم صحبت بکنیم که کدام میوه‌جات نقش اساسی را در از بین بردن سینا و بغل و کاهش سینا و بغل داره. بسیار. میوه‌ها در مجموع در بلند بردن مقاومت انسان‌ها بسیار نقش به سزا دارند، خصوص میوه‌هایی که غنی از ویتامین سی هستن، میوه‌هایی که سیتروس دارن، مثلا لیمو، مثلا در فصلش که هست کینو، سیب. این میوه‌ها تأثیری به سزای در بالا بردن مقاومت بدن دارن و در بالا بردن بعضی از کمبودات مینرال‌ها و این بدن که مینرال‌ها را بلند می‌برن، به او خاطر ویتامین های بدن مشمول می سازن. به او خاطر خوردن میوه‌جات برای سینا و بغل نه تنها که ضرر ندارد، بلکه تمام میوه ها خوردنش در سینا و بغل و چی امراض دیگه غیر امراض میتابولیک که مثلا شکر می باشد، که او شکر برای عام مردم معلوم است که چیزای شیرین برش، غذای شیرین یا میوه شیرین شکر بلند می برد، دیگر میوه ها به هیچ مرضی مضر نیست. تمام شهروندان تخار آگاه باشند، مردم افغانستان آگاه باشند که هیچ میوه‌ای
هیچ میوه برای هیچ مرضی مضر نیست به استثنای شکر. شکر خو در مجموع تمام غذای شیرین میوه یا غیر میوه مضر است برش. میوه ها غیر از اینکه مضر نیستن مقاومت بالا میبرن و در جلوگیری از امراض انتانی و خصوص سینه و بغل بسیار نقش بسزا دارن. تشکر دکتر صاحب. بیان آخرین پرسش در مورد وقایه و جلوگیری امراض سینه و بغل صحبت میکنیم و بعد برنامه را به پایان میرسونیم. وقایه و جلوگیری مرض سینه و بغل را اولین خطش در داخل خانواده است. مثلا تکمیل کردن غذای یک طفل که غذاهای که پروتئین و شحمیات و غذای کربوهیدرات دار و میوه ها زیاد استفاده کنه. باید غذایی که غنی از ویتامین سی باشه مثلا لیمو کینو زیاد استفاده کنن و هوای اتاق باید معتدل باشه، مناسب باشه برای نگهداری. و این برای چون سینه و بغل زیاد اطفال مصاب میشن، همین کارهای بسیار معمولی در خانواده ها سبب جلوگیری از بسیار امراض سینه و بغل میشه. خارج از خانه باید طفل ها واکسین شوند. واکسین سینه و بغل یک واکسین دارن که به نام واکسین نیومونیا میشه. این واکسین سبب میشه که در یک فصل سال، واکسین گرچه واکسین طولانی مدت نیست، یعنی برای تمامی عمر طفل ها را از سینه و بغل نجات نمیده، در مجموع واکسین هایی که ضد باکتری ها هستن کوتاه مدت هستن، اما برای یک فصل میتونن که طفلایشان رو واکسین بکنن. واکسین های ضد سینه و بغل در کلینیک ها و شفاخانه ها هم وجود داره، واکسین بکنن و از این مرضی که طفلا مصاب میشن جلوگیری شون. تشکر. در آخر کدام پیام یا توصیه‌ای که در قسمت جلوگیری از سینه و بغل و امراض فصلی اگر به بیننده اگر داشته باشین پیامتون را می داشته باشیم و برنامه را در بشه بسته میکنیم. پیام آخری ما برای شهروندان و بینندگان تلویزیون است که برای طفلا کوشش نکنن که زیاد دوا تطبیق بکنن. طفلای خصوص طفلای زیر 5 سال باید اینو از نظر غذایی شیر مادر بهترین غذاست، باید برای طفل داده شود و غذای غنی از ویتامین باشه. بعد از 6 ماهگی میتونن که غذای پروتئین ویتامینی پروتئینی و غذا را طفل استفاده کنن. دوا معمولا از یک طرف اگر به یک مرض مفید باشه و صد مشکل دیگر به بار میاره، مقاومت طفل را پایان میکنه و بسیار برای رشد طفل ها بزیر واقع میشه. به او خاطر آنتیبیوتیک ها را کمتر کوشش کنید استفاده کنند و دکتر صاحب هم کمتر آنتیبیوتیک برای مریض های سینه و بغل باید توصیه کنند. سینه و بغل باید تشخیص شود که ویروسی است یا باکتریایی است، نظر به نوع ویروس و نظر به نوع عامل یا اسباب مرض باید تداوی شود. امیدوار هستم که ملت ما سربلند و صحتمند باشد. تشکر از شما جناب دکتر صاحب که به برنامه حضور یافتید. تشکر از شما همچنان و همچنان از شما بیننده های عزیز تلویزیون ملی تخار هم سپاسگزار هستم که تا این دم برنامه ما را دنبال کردید و همچنان از طریق صفحات مجازی هم برنامه ما را دنبال بکنید. این بود برنامه تندرستی که تقدیم حضورتان گردید. تا برنامه دیگر که فرا می‌رسد در خدمتتون قرار می‌گیریم. همه شما را به خداوند منان امانت می‌سپاریم. بقیه وقتتان خوش. خدا نگهدار.